اینکه یه سیستمی طلای قدیمی میگیره طلای جدیدو نمیگیره، در اصل یعنی اینکه اصلا طلا رو نمیگیره، اصلا فلزو نمیگیره. خب ابراز میکنن که دستگاه‌هایی هستن که طلای قدیمی رو میگیره. خب بعد اول جدیدر بگیره که بفهم یابند. بعد میان میگن طلا تحت شرایط مغناطیس زمین، رفتارهای مغناطیسی، تغییرات یونی قرار میگیره. نه طلا، نه فلزات پارامغناطیس، چون پوسیده نمیشن و بار الکتریکی مثبت دارن و حالت دیامغناطیس دارن، هیچ جریان مغناطیسی رو بر خودشون نمیپذیرن و هیچ رفتار مغناطیسی نمیگیرن، در طول زمان هم دچار تغییرات نمیشن. اگه کسی میگه که طلای قدیمی با جدید از نظر ساختاری فرق میکنه یا دوچار تغییرات مغناطیسی میشه یا رفتار مغناطیسی داره، یعنی اینکه شما طلا رو چه الان بگیری با آهنربا بچسبه که نمیچسبه، اصلا دفع میکنن هم دیگر رو، نمیگیرن هم دیگر رو. از اون طرف اگه بیای بگی که هزاران سال زیر زمین مونده، خب اونم از زیر زمین در بیاری بازم به آهنربا نمیچسب. خب این اثباتش خیلی ساده است، چون مگنومت تسلا یون یابا بنابر جریان یون یا مغناطیس کار میکنن که طلا و فلزات پارامغناطیس در هیچ شرایطی جریان مغناطیسی یا یونی رو در خودشون نمیپذیرن، چون دارای شرایط ویژه انرژی پایدار و ثابت هستن و هیچ الکترونی که براشون وارد میشه تغییرات درشون چه مغناطیسی چه یونی ایجاد نمیکنه. جی پی آر اس ها یا جی پی آر ها، میان بعضی ها به این نام سیستم ها رو معرفی میکنن که در کنارش تصاویری از طلا یا گنج یا دفینه میذارن که با دستگاهاشون اینا رو پیدا کردن. حالا دستگاه دیگه هم هستن، بعضی هم دستگاه آنتنی میذارن، تصاویر گنج میذارن که پیدا کردن. اصلا اینا هیچ تضمینی نداره، هیچ واقعیتی هم نداره و هیچ دستگاه فلزیاب، معدنیاب، رادار زمینی دستی تضمین گنجیابی نداره. مگنوم تسلا یون یابا که اصلا تضمین گنجیابی یا پیدا کردن فلز رو ندارن، چون اصلا فلز رو همین الان نمیتونن بگیرن که یابنده بودنشون اثبات شه. یا اصلا یه فلزیاب، معدنیاب، رادار زمینی دستی یا یابنده بعد اون فلز رو بگیره که مشخص شه حالا یابنده است، مثل پارسی بی ال اف تی آر بی اف آی یا دستگاه پرکانسی که عدد وی دی آی و ترشولد 108 دارن. اینا درجا چه آنتنیشون چه تصویرشون، چون پارسی بی ال اف تی آر بی اف آی فلزاتو میگیرن. حالا این کلمه جی پی آر رو که میارن رو بعضی دستگاه میذارن بعد با کارش بخونه. و وقتی میگی جی پی آر در کلام عام میشه رادار نافذ زمین، در مفهوم خودش میشه رادار زمینی نفوذ برای کاوش. خب مگنوم تسلا یون یاب چه بهره ای از جریان فرکانس میبرن که تو اصول رادار باشه؟ چون وقتی میگی که رادار نفوذ کننده است، یعنی رادار از فرکانس بهره میبره برای تشخیصش. خب مگنوم تسلا یون یاب که اصلا وضعیت تشخیصیش فقط یون با مغناطیسه، ارتباطی به فرکانس نداره که میان بگن این جی پی آره یا جی پی آر اسه. البته اون اسش سرچ یا سرچینگه که حالا زیاد به کار نمیره و استفاده نمیشه. در کل جی پی آر رو میتونی برای فلزیاب ها، معدنیاب ها و رادارهای زمینی دستی به کار ببری که با فرکانس کار میکنن و عدد ویدیایی دارن و ادیت تفکیک و ترشولد 108. البته ما سیستم های فرکانسی هم داریم که ادیت و ترشولد ندارن ولی میتونن جی پی آر باشن چون با فرکانس کار میکنن. البته با فانکشن جنراتور ها اشتباه نگیرید که بنابر موج مغناطیسی کار میکنن، اونا مثل پارسی وی ال اف تی آر یک جریان موج مغناطیسی در ترکیب کاریشون دارن. حالا بعضیا میان از تنظیمات اینترپولیت در نرم افزارهایی که اینترپولیت داره در تسلا مگنوم دیون یابا بهره میبرن. اصلا اینترپولیت ربطی به جریان مغناطیسی یا یون نداره، چون اینترپولیت شرایط قطبی شدن مربوط به وضعیت پولاریزاسیونه. پولاریزاسیون عمل کرده جهت تشخیص یک میدان الکتریکی از فرکانس میدانهای الکترومغناطیسه. پس شما برای چی میایین وقتی در مگنوم تسلا یون یاب فرکانس ندارید، تشخیص فرکانس ندارید، تشخیص میدان الکتریک ندارید،
تشخیص میدان الکترومغناطیس ندارید، فرکانس الکترومغناطیس ندارید، با اینترپولیت میاد جدا سازی میکنید یا طبقه بندی میکنید. خود پولاریزاسیون در اصل کارش مربوط میشه به سطح، سطح سورفیس ساب سورفیس. در رابطه با سطح جریان اون فرکانس در میدان الکتریکی و فرکانس الکترومغناطیسش. اینم در دستگاه فرکانسی کاربرد داره، اونم زمانی که از سیگنال ها بهره میبرید یا سیگنال ها یا اوریج ها یا معدل گیری های سورفیس و ساب سورفیس برای سطوح، یعنی میشه ترشولد و ادید، یا اونایی که ادید ندارن همون سطحشون در راداری ها اونایی که فرکانسی هن. پس اینترپولیت در مگنوم تستایون یابا چون از فرکانس بهره نمیبرن و میدان الکتریکی رو نمیتونن تشخیص بدن و نمیتونن فرکانس الکترومغناطیس تشخیص بدن، کاربرد استفاده نداره. در نتیجه اصلا این نرم افزارهایی که اینترپولیت هم دارن به درد کار تشخیص در مگنوم تستایون یابا نخواهد خورد و اون کیفیت رو نداره، چون کلن عمل پولاریزاسیون مربوط به رادارها در سنجش برای میدان الکتریکی و جریاناتی که مربوط به الکترومغناطیس ها یا فرکانس های الکترومغناطیسیه. و اینجا جی پی آر هم گفتیم مربوط به راداره، رادار هم با فرکانس کار میکنه. بازم نمیتونید مگنوم تستایون یابا رو به عنوان جی پی آر معرفی کنید.